در مورد منابع مالی و پولی فرمودین که پول در کشور زیاده، اما میدونیم که چقدر ناعادلانه تقسیم مالی و ثروت در کشور میشه. یکی از دلایل اون فساد مالی گسترده هست و نقش سپاه پاسداران که در کلیه نهادهای اقتصادی کشور دست داره و میدونیم که نه فقط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی. در مورد سپاه پاسداران یکمی صحبت بکنیم. شما وجود یک چنین نیروی مسلحی رو که در همه ارگانهای کشور دست داره رو چقدر برای آینده ایران خطرناک میدونین؟ خب من قبل از اینکه وارد این بحث بشم، تو اون قسمت اولش که فرمودیم پول زیاده ولی چگونه خرج میشه بگم. ببین، من فکر می‌کنم یکی از مشکلات مهم و یا شاید یکی از مهمترین مشکلات ما سوء مدیریته. یعنی متاسفانه به خاطر گزینش‌هایی که وجود داره و به خاطر اینکه شایسته سالاری وجود نداره، چرخش نخبگان وجود نداره، چون گزینش‌هایی که ما تو آیین‌نامه‌های مربوطه داریم سیاسی، عقیدتی و اخلاقی، به خصوص که سیاسی و عقیدتی اصلا برخلاف قانون اساسی، یعنی چنین گزینش‌هایی اصلا نباید وجود داشته باشه. و به خاطر اینکه ما اومدیم افراد کارشناس رو با همین گزینش ها حذف کردیم، متخصصین رو حذف کردیم، مدیر تربیت نکردیم، و یکی از مشکلات یعنی عمده در ایران در حال حاضر سوء مدیریته. اگر اون پولی که میگین کجا قرار خرج بشه که نمیشه، یا جایی خرج بشه که به حال تعادلی تو خرج پول یا چیزای دیگه وجود نداره، به نظر من بیشتر برمیگرده به اون سوء مدیریته که ما الان مدیر درست حسابی خیلی کمتر داریم، استثنایی هم مدیران با عرضه و در واقع متخصص و کارشناسان ما. و در مورد سپاه و همونجوری که خود شما گفتین، همین متاسفانه، یعنی الان تقریبا ما میتونیم بگیم همه چیز رو به یک جورایی به آخرش به سپاه برمیگرده و اونها که هم در اقتصاد، هم در مسائل اجتماعی، هم در مسائل قوه قضاییه و برخورد با سیاسیون، حالا تو هر موضوعی برین رد پای سپاه هست. و اینم خب اصلا باز برخلاف قانون اساسیه، برخلاف قوانین موضوع است، برخلاف تمام سیستم هایی که باید می بود و الان نیستش. و اصلا یکی از دلایلی هم که باز این مشکلات و معضلات و این سوء مدیریت ها هست، دخالت های خود سپاه در موضوعاته که نمیذاره موارد از کانال اصلی و حقیقی خودش به جریان بیفته. خب من همین سوال سپاه رو میخوام بست بدم به مسئله منطقی و رابطه ایران با عربستان سعودی، که یکی از مهمترین مشکلاتی که باعث شده اختلافات ایران و عربستان سعودی حل و فصل نشه، نقش سپاه پاسداران در مسائل منطقه‌ای هست. میدونیم که رابطه در سالهای گذشته فراز و نشیب زیادی داشته. پدر مرحوم شما تلاش‌های زیادی رو کردن برای بهبود روابط دو کشور و طرفدار بهبود رابطه بودن. میدونیم که اما این رویکرد در دولت و حکومت فعلی مخالفان جدی داره. آیا فکر میکنید به خاطر تأثیرات مثبتی که ایجاد رابطه ایران با سعودی میتونه روی اقتصاد ایران، باز شدن راه حج برای حجاج ایرانی، آرامش و امنیت در منطقه بگذاره، آیا آیت الله خامنه ای ممکن هستش که با هدف تنش‌زدایی با عربستان در رفتار سپاه پاسداران تغییر ایجاد بکنه؟ شنیدیم که ایشون به صراحت گفتن که راهی برای گذر از دیپلماسی انفعالی مورد تشویق و تایید ایشونه، که این همون یعنی مداخله در اوضاع منطقه. خب در رابطه با عربستان و سعودی شما چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که واقعا حل شدن اختلافات چه تاثیر مثبتی داره و نقش سپاه پاسداران رو چطوری میشه تعدیل بکنن در جمهوری اسلامی با توجه به اهمیتی که برای کشور امنیت، منافع ملی و اقتصادی داره؟ این هم از همون سوال طولانی بود. حالا من اون چیزی که برمیتونستم از دستات حرفایی تو نگه دارم که ادامه بدم اون حرفو، در واقع یه جوری همین جوابا رو خودت میدی، یعنی تحلیل هایی که میدی چیز برای آدم نمیذاری برای گفتن. یعنی این برمیگرده به همون صحبت های آقای ظریف که منتشر شد، که اولویت در واقع اصل میدانه به جای دیپلماسی. متاسفانه الان سال هاست که سیاست ما در سیاست خارجی ما به یه سیاست تهاجمی تبدیل شده تا به یه سیاست همراه با تعامل سازنده همه جانبه و بر اساس حالا اون اصول حقوق بین المللی که باید در روابط با کشورهامون داشته باشیم. البته من همش هم نمیتونم تقصیر سپاه بندازم خراب شدن روابط ایران با عربستان رو. به نظرم این
کمکاری تو خود دولت هم بود و اون تلاشی که باید برای این قضیه صورت میگرفت، به خصوص اون موقع که بابا هنوز در قید حیات بود، صورت نگرفت و در واقع یه جوری فرصت سوزی شد تو این موضوع. ولی متاسفانه این هم همون نتایج اولویدانه که نتیجه شده داریم در روابط با عربستان سعودی میبینیم. حالا خوشبختانه یه گفتگویی آغاز شده، به چه نتیجه برسه نمیدونم، ولی احتمال میدم اگر خود اصولگرایان ریاست جمهوری رو به دست بگیرن، که البته خواهند گرفت حالا با شرایط فعلی یا در یه ماه آینده، نمیدونم چه اتفاقی بیفته، شاید اون قضیه هم حل بشه. چون یکی از مشکلات ما اینه که کی میخواد کدوم کارو بکنه، به نام کی تموم بشه، به نام دولت تموم میشه، به نام اصلاح طلبان تموم میشه، به نام اون بخش اصولگرای حاکمیت تموم میشه. خیلی از موانعی که میذارن به این چیزا برمیگرده که به نام ما باید تموم بشه همه چی. چون یادم یکی از این آقایون اصولگرا بود، اگر اشتباه نکنم آقای ترقی بود، که گفتش که اگر قرار مذاکره با آمریکا صورت بگیره اون کار اصولگرایانه، اصولگرایان باید این کار رو انجام بدن. و شاید حالا برم به سمتی که بتونم روابط با عربستان حل بکنم، ولی به هر حال مهمه دیگه. این عربستان هم خودش کشور مهمیه در منطقه و در خاورمیانه، هم ارتباطی که با سایر کشورهای اسلامی و کشورهای عرب داره بسیار نقش تعیین کننده در بهبود روابط ما با این کشورها داره. چون فقط نمیتونیم عربستان یک کشور ببینیم، عربستان به نظر من نمایندگی میکنه خیلی از کشورهای عربی و اسلامی رو، و این تأثیر داره رابطه ما با عربستان روی رابطه ما با تمامی این کشورهای دیگه و حتی در سطح جهان. اینم از خطاهایی بود که صورت گرفت دیگه، تخریب روابط با عربستان. خب من شاید الان سوالمو کوتاه‌تر بپرسم. منظورم دقیقا این هست که با توجه به اهمیتی که رابطه عربستان و سعودی برای ایران داره، آیا ممکن آیت الله خامنه ای تجدید نظر بکنه در رفتار منطقه ایران و در سیاست گذاری این کشور که دقیقا در تقابل هست با ایجاد ارتباط به دلیل منافعی که ایران داره از این حضور در منطقه و دخالت در اوضاع داخلی کشورهای عربی؟ ببین، تجربه نشون داده که ما معمولا جایی که تحت فشار قرار بگیریم تا حدودی رفتارامون اصلاح کردیم، و لذا فکر میکنم این فشاره و اون نحوه مذاکره و حالا الان مسائلی که سر برجام داره اتفاق میفته، گفتگوهایی که برای برگشت امریکا به برجام داره صورت میگیره و برگشت ایران، حالا ایران که بود، حالا اون کاهش عملکرد مربوط به هسته‌ای رو بخواد انجام بده، این هم میشه در همون چارچوب هم دید. اعتقادم بر اینه که جایی که فشار زیاد بشه، فشار بین‌المللی و آثارش روی ایران خودشو نشون بده، ما تغییر سیاست دادیم، این هم میتونه در همون چارچوب قرار بگیره. ولی اینکه فکر کنیم در حالت عادی این اتفاق بیفته، خیلی امید ندارم. میخوام ببینید شما باید ببخشید، شما باید بپذیرین که یه شرایط نابهنجاری وجود داره که بعد تصمیم بگیرین تغییر سیاست بدین. شما الان سخنرانی اکثر این مقاماتو که میبینین یه جوری سخنرانی میکنن که اینجا الان گل و بلبله، ما همین جور در اوج قدرت و رشد و پیشرفت و توسعه و همه چیز اخلاق و فرهنگ و مسائل اجتماعی و اینا هستیم و دنیا داره ثابت میشه، داره سقوط میکنه، کشورهای دیگه عجیب مشکلات عدیده دارن، کشورهای توسعه یافته، و ما اوج و اونا همه در پایین. ولی اگر این دید رو واقعی رو قبول داشته باشن که نه دیگه، خیلی دلیلی نمیمونه که بخوان سیاستاشون رو عوض بکنن. خب به همین سیاست منطقه‌ای رو اگر بخوان بحث بدیم، یک کمی خارج از مرزهای کشورهای اسلامی به اسرائیل بریم، داریم میبینیم که چقدر تنش‌ها و درگیری‌ها بین فلسطینیان و اسرائیلی‌ها در 10 روز گذشته شدت گرفته بود که دیشب آتش بس شده. دیدیم موضع کشورهای اسلامی چطور همگن بود در مورد آتش بس و حمایت از مردم فلسطین. از اون طرف داریم جمهوری اسلامی رو میبینیم، علی‌رغم اینکه خودش رو حامی مردم فلسطین میدونه، با حمایت از گروه‌های تندرو واقعا در 42 سال گذشته وضع مردم فلسطین رو وخیم‌تر کرده. شما چه نظری دارید در مورد سیاست گذاری ایران در مورد فلسطین و اسرائیل؟ ببینید، خب من باید چند تا فرض رو بگم. یک، خب اسرائیل قاصد. دو، اسرائیل متجاوز و جنایتکاره. از اون طرف خب من در قسمت اون قصد سرزمین فلسطین و اون گرفتن سرزمین فلسطین بگم، ما تاریخ رو که نگاه میکنیم، خب مثلا خود ایران چقدر تکه هایی از ایران جدا شده، خب مثلا اون قرارداد ترکمنچای، قرارداد گلستان، تو جنگ های مختلف، وگرنه ایران که به این اندازه نبود که. یا الان مثلا میبینیم روسیه شبه جزیره کریمه رو در واقع یه جوری قصد کرد، و بالاخره این چیزهای تاریخی که اتفاق افتاده. حالا این که ما اگر قرار رو قصد سرزمین
اینقدر نگرانی داشته باشیم و حساسیت داشته باشیم، چطور میتونیم با روسیه اینقدر روابط خوب داشته باشیم و اونجا برامون مهم نیست ولی اینجا برامون خیلی مهمه. دومی که حالا میگن خب اینجا مسلمان ها هستن، اصلا میریم سراغ مسلمان ها. ببینید من یه سوال میخوام بکنم، آمار کشته های سوریه بعد از این بهار عربی و برای حفظ بشار اسد که در سوریه اتفاق افتاد، که حالا ما اول به عنوان مستشار اونجا بودیم، بعد حالا به عنوان مدافعین حرم اونجا بودیم و انگشت اتهام به سمت ما چم نیست، حالا راست و دروغش من الان فایده ندارم، ولی به هر حال بعضی چیزاش خودمون قبول کردیم و اعلام رسمی هم داشتیم. اگر آمار کشته های سوریه رو تو این کمتر از 10 سال نگاه بکنیم نمیره، یعنی خیلی بیشتر از آمار کشته های فلسطینی ها در طول یه قرن اخیره که این قضیه تجاوز و غصب و به حال هم اشغال سرزمین های بیشتر فلسطینی ها و جنایت هایی که اسرائیل کرده بیشتره. خب اگر مسلمان کشی بده و ما الان با این کشتار و جنایات اسرائیل مشکل داریم، پس چجوری تونستیم جای قرار بگیریم که این همه مسلمانان سوری کشته بشن؟ یعنی ما یه جوری دچار تناقض هایی هستیم که این سیاست به نظر من حمایت از مردم فلسطین یا قصد سرزمین فلسطین نه خیلی به دل من یکی نمیشینه، چون اول ما اگه قراره که با این ظلم و ظلم هست، بی‌عدالتی هست، جنایت هست، میخوایم مقابله بکنیم، پس خودمون باید آدمای خوبی باشیم، عملکرد خوبی داشته باشیم که حالا بتونیم اونجا حرفی برای گفتن داشته باشیم. ما خودمون عملکردمون خرابه، ما خودمون الان فکر کنم اوضاعمون خرابتر از اسرائیل در مسلمان همراه بودن یا حداقل در اتهاماتی که به ما هست در همراهی با کشته شدن سوریه یا اتفاقاتی که توی یمن افتاده مثلا. بنابراین یا مثلا اگر ما می‌خوایم از حقوق فلسطینی های سنی حمایت بکنیم، خب چرا اول به حقوق سنی های داخل ایران خودمون نمیپردازیم؟ اونا که حقوق برابر با ما ندارن، هم تو قانون اساسیمون نگاه بکنیم تبعیض ها کم نیست. بنابراین یه خورده به نظر من این تناقضات زیاده، من نمیتونم متوجه بشم ما چگونه میتونیم این سیاست رو ادامه بدیم و اینجوری مقابله کنیم با این قضیه. و روز به روز هم به نظر ما داریم شرایط فلسطین رو بدتر میکنیم. خب بالاخره یاسر عرفات شخصیتی کمی نبود تو فلسطین، اون رفت به طرف صلح، ما حتی یاسر عرفات هم گذاشتیم کنار و کاسه داغتر از آش شدیم و با حالا تقویت حماس و جهاد اسلامی و اینا بردیم مثلا سیاست ها رو به یه طرف دیگه. اینا با هم دیگه نمیخونه. من فکر یعنی خیلی نمیتونم برام قابل قبول باشه که سیاست هایی که ما تو این زمینه در رابطه با فلسطین و اسرائیل داریم صداقت توشه، واقعا مبارزه با ظلم و جنایت، مبارزه با غصب. بنابراین در تاریخ این همه اتفاق افتاده، کشورها تجزیه شدن، کشورها ادغام شدن، دیگه اینقدر حساسیت روی کشور به این صورت، من فکر کنم الان باید رفت سمت همون دو کشور فلسطین و اسرائیل اگر واقعا دلمون بر فلسطینیا میسوزه. چون الان سیاست‌های جهانی رو هم که نگاه کردم، هم کشورهای مسلمان بودن، هم سازمان ملل گفت، آقای گوترش گفت و دیگر کشورها هم تاکید میکنن که حالا از این فرصتی که آتش بس اتفاق افتاده استفاده بشه برای رفتن به سمت پدید آوردن دو کشور فلسطین و اسرائیل در کنار هم دیگه بتونن زندگی کنن. الان بیشتر از 70 سال دارن میجنگن همه. خب چی شد؟ به کجا رسیدن؟ بالاخره نمیشه یه هر چیز رو برای بارها و بارها و بارها آزمایش کرد. این قضیه شاید البته اینم به شرطی این که غربی‌ها هم به نظر من سیاست‌های درستی نداشتن. غربی‌ها هم باید فشار بذارن روی اسرائیل، این قضیه برگشت اسرائیل رو به مرزهای 1967 جدی بگیرن، دنبال بکنن، به نتیجه برسوننش تا بشه اون دو تا کشور اتفاق بیفته. نمیشه غربی‌ها هم از اون بعد حمایت صرف داشته باشن از فلسطینی‌ها، ببخشید از اسرائیل، و بعد بخوان دو کشور بشه. خب این نمیتونه این اتفاق بیفته. به هر حال اسرائیل بعد یه جاهای کوتاه بیاد و اجازه بده این اتفاق بیفته و اون فشار غربی‌ها اونجا نیاز داره. خب با توجه به توضیحاتی که شما دادین، واقعا سران جمهوری اسلامی از فلسطین چی میخوان؟ ببینیم بعضی چیزا از من دنبال فکر نمی‌کنم از فلسطین چیزی بخوان، چون ما داریم یه چیز میدیم، ما فقط داریم خرج میکنیم اونجا، چیزی به ما نمیرسه از این قضیه فلسطین. ولی یه چیزایی انگار شده هویت جمهوری اسلامی، یه چیزایی شده چی میگم مرغ پا داره، و اگر انگار ما اونا رو نداشتیم دیگه جمهوری اسلامی نیستیم، دیگه این نظام نیستیم. و یک حساسیت‌های بیشتر به نظر میاد این گونه است که ما برای حفظ هویت خودمون میخوایم اون سیاست رو همون گونه دنبال بکنیم، وگرنه حالا محمود عباس قبلش یاسر عرفات به حال اینا بیشتر دنبال این بودن که بتونن صلح ایجاد بکنن و فلسطین رو به سرانجام برسونن. نه به نظر من بیشتر هویته و از اون طرف هم بیشتر مصرف داخلی داره که ما بتونیم یه جوری همیشه تو وضعیت حساس کنونی باشیم که این سیاست های امنیتی و اینا رو بتونیم ادامه بدیم، وگرنه هیچ دلیلی وجود نداره. تا حالا بر ما منفعتی نداشته این قضیه، نه تنها منفعت نداشته، خیلی هم اتفاقا هزینه های ایران رو بالا برده و از اون بر به نظر من مشکل ساز بوده.